بحث پیشگویی یک ماجرای دیگه است. ماجرای پیشگویی الان آیا فردا قابل پیشگویی هست یا نیست؟ هست. بله هست. خب ببینید، اجازه بدین، این مشکلاتی که هست سر اینه که این لوح محفوظ رو اشکال داریم هنوز. میدونین سر بحث لوح محفوظه که هنوز روش اشکال داریم. از سوالات و اینا بعضیا که دوستان سوال میکنن، من متوجه میشم که هنوز موضوع لوح محفوظ جا نیفتاده. یکی از بحثایی که خیلی آسونه در اینها خیلی هم مشکله و در عین حال بسیار حائز اهمیته. یعنی ما اگر اینجا رو این بحث رو متوجه نشیم، بحث سرنوشت و بحث اینه که شما فرمودین که خدا خواست هور برگرده، پس خودش ایشکاره بوده. اطلاعات این چرخه در صفر ثانیه، یعنی هیچی، اینجا دیده شده و محفوظه، درسته یا نه؟ این اطلاعات رو اجازه بدین، عجله این اطلاعات اینجا قابل دسترسی است، اما شبکه مثبت این اطلاعات رو درز نمیده، شبکه منفی اطلاعات رو درز میده. اگر اطلاعات اینجا درز پیدا بکنه، مثل اینه که سوال امتحانات چی بشه؟ از قبل پخش بشه. اجازه بدین فردا قابل رؤیته، پس فردا قابل رؤیته، 10 سال دیگه هم قابل رؤیته. خیلی هم ساده، چند نفر تو فنجان قهوه حالا یا خودشون یا براشون چیز کردن، فردا دیده شده و ثابت شده براشون که درسته، چند نفر؟ بیشتره، دستونو بلند کنید. در اینجا این اطلاعات و شبکه مثبت درز نمیده، شبکه منفی میتونین اطلاعات رو چیکار کنه؟ درز بده. و افراد با کمک ارواح، با کمک جن یا موکل، با کمک اتصال مستقیم شبکه منفی این اطلاعات رو به دست میارن. آدم هست که موکل بغل گوششه، شما رو ببینه میگه اسمت اینه، اینجا هستی، خونت اینجوریه، این فلانه، بیساره، و حالا اون داره بهش میگه ها. خب اون داره میگه چه دیدین یا ندیدین؟ خب بنابراین این اطلاعات قابل دسترسیه. اون داره از کجا میگیره؟ اون داره از اینجا میگیره. حالا یا مستقیم به شما، الان به شبکه مثبت ما داریم کار میکنیم دیگه، درسته؟ یه عده با شبکه منفی کار میکنن. عرفان قدرت توی این موردی که شما فرمودین، اینجا اعداد، اون موضوعاتی رو که به اصطلاح لوح محفوظ هست، دسترسی به لوح محفوظ به صورت‌های مختلف انجام میشه. یکیش فنجان قهوه است، فنجان چاییه، ورقه، لیوان آبه، اصلا هیچ کدوم از اینا، شمع، درست شد، دود سیگار، و اون اصلا وقتش هم داره بیخودی با عدد و رقم خودش هم گیج کرده اون تو، و اون یکیش اون چارته، درسته، و در واقع یکی از راه‌های تبیین تا هستی با عدده. چه اتفاقی افتاده؟ شما کافیه بگید که کی متولد شدین، روزشو فلان، اسم مادرتون، اون بقیهشو بهتون در میاره. راه‌های دسترسی به اون لوح محفوظ، خوب دقت بکنید، راه‌های محفوظ به اصطلاح به دسترسی زیاده. یکیش اینجاست، یکیش از این طریق در لوح محفوظ شما اینجا رسیدین، یه حرکتی کردید، اینجا دیدن، رسیدید اینجا، یه اختیاری کردید، اینجا دیدن، یعنی همون صفر ثانیه، چون زمان شاملشون، هر جا شما اختیار کردید اینجا فقط دیده شده. دیدن که من چجوری میمیرم، ولی نگفتن تو اینجوری بمیر، حالا البته دور از
خب یعنی در واقع شما این مسئله اختیاراتی است که شما در طول این مسیر خواهید کرد، اختیاراتی است که اتخاذ میکنید. اینجا فقط چون زمان شامل نمیشه اینا رو همون 0 ثانیه اول دیدن، نه اینکه به شما بگن این کارو کن اون کارو کن این کار. اینا هم عوض هم نمیشه، چون عوض نمیشه بهتر اصلا دنبالش هم نریم، چون باعث تکدر خاطر ما میشه، برای اینکه حوادثی رو مطلع میشیم شاید ظرفیتشو نداشته باشیم. الان ما نمیدونیم اصلا چی میشه، داریم میریم جلو، ولی وقتی میدونیم همه حوادث ممکنه خوشایند نباشه و ظرفیت میخواد. و حالا تازه یه موضوعی، برای این اطلاع شما باید باهایی رو بپردازیم. منظورم صرفا باهای مادی نیست، یعنی ما داریم میریم از امکانات شبکه منفی استفاده کنیم، اونم عاشق چشم ابروی ما که نیست که اطلاعات به اون میده، ولی یه جوری هم یقمونو میگیره و نجاتمون یه خورده ای هر روز به روزم مشکل تر میشه.